سلام، در این سفرنامه 40 کیلومتر در تهران رکاب میزنم، با من همراه باشید. خب نزدیک مترو شدیم، ما مترو بریم به سمت تهران، از اونجا هم تهران گردی رو شروع کنیم. رسیدیم میدون صادقیه، ایستگاه صادقیه، از اینجا چراغ رو میزنیم به سمت میدون آزادی و شروع میکنیم. برج آزادی که رویت شد، این نزدیکش تا ببینیم چطور پیش میره. خب من رسیدم برج شهیاد یا همون برج آزادی که حسین امانت سال 1349 برای یادبود جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی اینو ساخت و نمادی از تهران مدرن به شمار میادش. این برج محل اجماع تجمعات سیاسی اجتماعی توی تمامی ادوار بوده و واقعا یک برج عجیب و غریب و انرژی فوق‌العاده بالایی داره این برج. آزادی دارم حرکت میکنم که برم به سمت کاخ گلستان، ببینم کدوم مسیر به من میده. خب رسیدم بازار 15 خرداد، بازار اصلی تهران. رسیدیم به سردر باغ ملی، این در واقع اولین بنای شاخص تهران که توی اون میرزایرزای کرمانی اعدام شده. میبینید به ساختمان‌های خیلی بزرگی داریم، یکی اون ساختمان وزارت امور خارجه است که قبلا کاخ شهربانی بوده. وزارت امور خارجه از شهربانی این کاخ رو خریداری میکنه و بازسازی میکنه برای خودش. وقتی که جلو میریم میبینیم که از المان‌های تخت جمشید استفاده شده، سردیس‌هایی که بالای هر ستون میبینید همه المان‌هایی که توی تخت جمشید اجرا شده. جلوی محوطه ورودیش که میریم مثل کاخ آپادانا از دو طرف پله میخوره که وارد ساختمون میشیم. ما این بار موزه ملک رو داریم، این سمت میدان موزه ملک مال حاج آقا ملک، یکی از متمول ترین کسانی بوده که از توی مشهد زندگی می‌کرده. وقتی که ایشون از دنیا میره تمام آثار خطی و نسخی که ایشون داشتن توی حراجی‌های خارج از کشور به فروش می‌رفته که دخترشون همه اینا رو جمع‌آوری می‌کنه و میاره اول توی بین الحرمین یه خونه اونجا دارن، اونجا بوده، ولی بعد از این که این زمین رو اینجا خریداری می‌کنن میارن اینجا و همه رو اینجا یک جا نگهداری می‌کنه. این بر ما موزه ایران باستان رو داریم که میتونیم برین
استفاده کنین ازش. توی تلویزیون میبینیم بعضی وقتی که میخوان بگن که یه سفیر رو احضار کردن، یا اینکه یه دونه هست که نه شرقی نه غربی نوشته، مال وزارت امور خارجه، همیشه توی اخبار نشون میده. اونو میبینیم. یکم جلوتر باشگاه افسران رو میبینیم که توش توپ مروارید هست. توپ مروارید همون قدیمیه. چی هست توپ مروارید؟ توپ مروارید یه توپیه که خیلی برای همه تهرونیای قدیم مورد احترام بوده. اون توی میدون توپخونه واقع بوده. همیشه مثلا اگر یه کسی ها حتی میخواستن تنبیه کنن به اون پناه میبرده، بس میشسته و نمیذاشتن که مثلا دیگه وقتی به اونجا پناه میبرده دیگه ازش میگذشتن. یا خانومایی که مورد اذیت و آزار همسرش رو قرار میگرفتن میرفتن کنار توپ بس میشستن. بعد یکی از چیزهای دیگه ای که داشته این توپ مروارید، کسایی که حالا بچه دار نمی شدن می رفتن دخیل می بستن، یا اینکه مثلا همیشه چون یه گردبند مروارید بهش آویزون بوده به این نام خونده می شده. من در ادامه صحبتهای استاد افخری براتون سرده رو توضیح میدم. بنده افشار هستم. اول خدمتتون بگم که توی میدان مشق اولین اتفاقات مهم میفته، مثل اولین فرود بالون، اولین استفاده از دوچرخه و اولین فرود هواپیما. یه خلبان لهستانی داشته از آسمان تهران پرواز میکرده، این فضا رو میبینه خالیه و فکر میکرده که باند فرودگاه هواپیماشو فرود میاره. اولین بالونی که هوا میکنن احمد شام حضور داشته و مردم میترسیدن، میگفتن که جن زده شدن، کسایی که سوار دوچرخه هستن جن زده شدن و حالا به کمک اجنه دارن حرکت میکنن. در زمان رضا شاه اینجا به باغ ملی تغییر نام میده، یه تفرجگاهی بوده، حالا مردم میامدن استراحت میگردن میگشتن. این درخت ها رو رضا شاه میکاره و این ساختمان ها رو بنا میکنه. خود رضا شاه تو این کاخ میشسته، بله نه این کاخ این بغل، و نظارت میکرده به ساخت این بناها. در مورد سردر من براتون توضیح بدم. این سردر همینطوری که همکارمون گفت در زمان فتلی شاه ساخته میشه و حالا در زمان قاجار تکامل پیدا میکنه. محل اصلی این سردر چند تا کوچه بغلتر بوده، کوچه پست اگه اشتباه نکنم، و خدمتتون بگم که رضا شاه در سال 1299 که تهران رو فتح میکنه اون سردر رو خراب میکنه و سردر فعلی رو بنا میکنه. سردر قبلی بزرگتر بوده، 4 تا کاشی بزرگ داشته که عکس شاهان قاجار روش بوده. در مورد این سردر من میخوام براتون توضیح بدم، یه معماری ایرانی اروپایی داره. در بالا شما عمارت فرنگی رو میبینید، در پایین نقاره خونه رو میبینید. خدمتتون بگم که این سه تا در قورخانه ریختگری میشه. قورخانه محل فعلی مترو امام خمینیه که توپای جنگی و لوازم جنگی فشفشه، خدمتتون بگم توپای نظامی اونجا درست میکردن که این درم اونجا درست کردن و به صورت با پیچ و پرچه، یعنی جوش روش زده نشده، یک سره است. خدمتتون بگم که دو تا مسلسل ماکسیمو این بغل میبینید که این مسلسل ها نشباز نشوندنده فتح تهرانه. رضا شاه القاب زیادی داشته، رضا میر 5، رضا سردار سپر، رضا شستیر و رضا ماکسیم، چون ماکسیم جزء سلاحایی بوده که زمان قاجار وارد ایران میشه و رضا شاه جزء تنها کسایی بوده که میتونست از سلاح ماکسیم استفاده کنه، برای همین یکی از القابش ماکسیم. اون دوتا نقشی که اون بالا میبینید باز نشونه فتح تهران هستش که از دروازه قزوین شروع میشه. رضا شاه زمانی که تهران رو فتح میکنه از دروازه قزوین هم میکنه.
لباس محلی شهرستان خاف است. لباسی که میپوشید اینو میگن لاکته، اینو میگن چلتیرز یا چلتیکه و اینم که واسکته. اینم میگن پیتاوه. پیتاوه؟ بله. پیتاوه. آقا من موفق باشید سال خودش بازید. شد. من رسیدم ایستگاه مترو گلچهر. امیدوارم دوست داشته باشید، لایک و سابسکرایب کنید. خیلی مخلصم. تا سفری دیگر، بدرود.